سلام و همه دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه خیلی خوش اومدید به یک آپدیت تحلیل از ارز دیجیتال بونک در خدمت شما هستیم میخوایم با همدیگه دیگه وضعیتش رو یه نگاهی داشته باشیم و همونطور که داخل کاور ویدیو مشاهده کردید نوشته شده که دیگه بونک رو هولد نکنید میخوایم با همدیگه دیگه بپردازیم به این موضوع کسایی که ارزش حالا بونک رو خریداری کردن یا نگهداریش دارن برای تایم بلند مدتی اون دوستانی که قرار هستش که خریدی انجام بدن حالا کسایی که این ویدیو رو نگاه میکنن یا قصد خرید ارز و بونک رو دارن یا دارنده ارز چاله بونک هستن قبل از اینکه بریم ویدیو رو شروع کنیم حتما یه دونه کامنت بندازید زیر این ویدیو نظرتون رو به آینده بونک بنویسید آیا خوشبین هستید با آیندهش مثبت هستید آینده ارز ای میم کوین بونک رو مثبت میبینید حتما زیر این ویدیو کامنت کنید یا نه که ما دوستان اونایی که میخوان خرید انجام بدن قصد خرید دارن نظر شما رو هم نظر هولدرها رو هم بدونم و ببینن که به شکلی هستش خب بریم شروع کنیم اول از همه بانک یکی از میم کوین های بودش این نمودار رو که دارید مشاهده می کنید یه میم کوینی که یک رشد انفجاری فوق العاده ای رو تجربه کرد قبل تر از اون ما اگر دقت می کردیم ارز شال بونکه می بینیم که حتی قبل تر از اون هم یه پامپی این محدوده ها داشته که رسید به یه جایی قیمتی که دارید الان مشاهده می کنید و یه مدت طولانی رنج و یه پامپ دیگه ای رو تجربه کرد پس یکی از میم کوین هایی هستش که داخل بازار یک سال یک سال نیمی هستش که داره فعالیت میکنه قیمتش برخی از یا تازه بالا اومده تقریبا چهار ماه پنج ماه اینا میشه که قیمتش داخل برخی صرفه بزرگ بالا اومده و میخوایم با هم دیگه به گذشته هم نگاه کنیم و ببینیم که نمودارش چه رفتار قیمتی رو بهمون به نشون خواهد داد که آیا زمان این هستش که هولدش کنیم یا بخریم یا نخریم خب یه سری به کوین مارکت کپ بزنم در حال حاضر قیمت فعلی چنده چهار تا 11 و 50 4 تا 11 در حال حاضر ارز دیجیتال بانک داره نوسان میکنه تو این محدوده اینم نمودار کلیشه که کاملا سعودی بوده پر قدرت به سمت بالا حرکت کرده و یه روند جهشی خیلی خوبی رو ما ازش شهد هستیم مارکت کپ رو نگاه کنیم 737 میلیون دلار هستش الان شد 30 میلیون دلار مارکت کپ 730 میلیون دلار در حال حاضر با رنک فعلی 102 رنکی که تونسته بود به ثبت برسونه یعنی رنکی که افزایش پیدا کرد و تونست به ثبت برسونه تقریبا فکر کنم محدودای رنک 30 رو هم تونست در اختیار خودش بگیره ولی سریع قیمتش اومد کاهش پیدا کرد رنگ سی او من وقتی که قیمتش تا چهار سف سی و چهاری محدود ها نوستان می کرد مشاهده این بودیم که رنکش فوقلاده افزایش خوبی رو تجربه کرده بود و حجمی که داره می‌خوره خوره 70 میلیون دلار 80 میلیون دلار روزانه حجم خوبی هستش که داره می‌خوره یکی از علت هایی که این پروژه ترن شد و بول شد و خیلی ها جوم آوردن ازش خرید انجام دادن بستری هستش که داخلش داره کار میکنه بستر سولونا که همین چند روز پیش من یه دونه میم کوین دیگه معرفی کردم که رو بستر سولونا هستش عکس سگ رو داره اگر ندیدید اون ویدیو رو برید حتما بعد از دیدن این ویدیو نگاه کنی که اون ارز دیجیتال بنکر رو که ما داریم نگاه میکنیم پامپ کرده به سمت بالا اون کریپتوکارنسی هنوز پامپ نکرده و رو محدوده های خیلی جذاب میشه خرید انجام داد به جای بنکه و اون سودی که شاید مثلا از بنکه نتونستیم به دست بیاریم یه درصد احتمال بدیم که اون که بهتون معرفی کردم بتونیم از طریق اون به دست بیاریم پس علت این که ارز میم کوین بن تونسته یه پامپ خیلی فوق العاده ای رو داشته باشه بستری هستش که روش داره کار میکنه بستر سولونا رو ما دیدیم که یک دفعه خیلی از ارزایی که روی این بستر هستن پامپای خیلی خوبی رو تجربه کردن علت بعد از اینکه بونک رشد خوبی رو روی این بستر تجربه کرد اتفاق افتاد و ما یه تایمی شاهد این بودیم که فقط رو دو تا بستر میم کوین پامپ انجام میدادن یکی رو بستر اون ارزه که رو بستر اتریوم ساخته شده بودن سوار بر بستر اتریوم بودن و بیشترینشون رو بستر بی ام بی یا بایننس اسمارت چین بودن که الان عرضه ای که اومده وارد شده اون میم که داخل بازار هستن دیگه از اون بسترهای اتریوم و بی ام, بی ام بی گذشته. الان بعد بستر بستر سولانا هستش که باید اون ارزی ای که رو بستر سولونا عجیب غریب میتونیم بگیم پتانسیل دار هستن رو انتخاب کنیم که زیر نظرشون بگیریم که یه پامپ خیلی فوق العاده رو بیان تجربه کنن بونک رو اگر شما خودتون نگاه کنید فاندامنتال خاصی نداره که مثلا ما بیایم بگیم که آقا اه اه یکی از علت این که بونک اومده روش کرده به سمت بالا فاندامنتالش هستش خیر فاندامنتال خاصی نداره وبسایتشون رو ما با هم دیگه برسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که از لحاظ عملا کار خاصی رو ارزش بنک انجام نمیده و نمیشه روی فاندامنتالش حساب باز کرد تنها علت این که رشد خوبی رو تونست تجربه کنه بستر اتریوم و مهمترینشون صرافی هایی بودن که یک جا اومدن از این ارزش حاله حمایت کردن ساپورتش کردن لیستش کردن پس تنها دلیل افزایش انفجاری و اینجوری پشت سر هم قیمتش اومد به سمت بالا حرکت کرد مثلا اینجا صرافی بایننس اومد لیستش کرد صرافی مثلا اینجا لیستش کرد و همه اینها در این مسیری که تونست یک پامپ خوبی داشته باشه بهش کمک کردن که افزایش خیلی خوبی رو ما شاهد باشیم پس این از لازه حالا یه توضیح خیلی مختصری راجع به قیمتی و اینا دادم بهتون که علت رشد شی بود و نکته‌ای که مهم هستش یه نکته بگم بچه پروژه هایی که داخل بازار هستن مثلا ما علاوه بر بونک میم زیادی داریم که رنگ خوبی داره بیا پایین‌تر ببین دوج کوین رو داریم شیبا اینا رو داریم پایین‌تر ببینیم که چه میم کوین دیگه‌ای که وجود داره پپه هم رنگ تقریبا با بونک هستش و حالا میم کوین های خیلی زیادی هستن که توی این چند سال گذشته تونستن رنگشون رو افزایش بدن و به سمت بالا بیان حرکت کنن بون هم رنک 103 رو داره در اختیار خودش و پپه مثلا رنگ 225 و اینا رنگ های خودشون مثلا پپه قبلتر از بون اومده پام کرده به سمت بالا دیگه درسته قبل تر از اون ترند تر شده معروف شده پپه هم مثل شبیه بون هستش ما میبینیم که صرافی بزرگ پپه از پپه حمایت کردن قیمتش یه پامپ فوق‌العاده‌ای رو اومد این محدوده تجربه کرد بون رو هم اومدن همین کار بالا رو سرش آوردن یه پامپ خوبی رو تجربه کرد و پپر اگر نگاه کنید یه تایم خیلی بلند مدتی رنج هستش قیمتش حرکت خاصی نکرده پس داخل بازار ما میم کوینای رو می میبینیم که یه پامپ خیلی فوق‌العاده‌ای رو تجربه میکنن اون میم ها که یکیش مثلا بون کستش وقتی ارزش داره که شما هنوز اون پامپ رو ندیدید یعنی قیمت خریدش اینجا باشه شما باید این می اینجا خرید نه اینکه روش رو تجربه کرده، نوسانات رو ازش گرفتن، سودها رو گرفتن و به عنوان یه مهره سوخته هستش اون سری که ما داشتیم بررسیش رو انجام میدادیم تنها صرف بایننس لیستش نکرده و بهتون گفتم که بایننس تیر آخر هستش تیر آخر رو پرتاب میکنه و دیگه خبری نمیتونه قیمتش رو تکون بده و عملا اون پولایی که مردم وارد شدن اون داره قیمتش رو نگه می‌داره پس پولای سنگین از پپ تقریبا رو محدوده های اینجاها خارج شده ببین حجم رو نگاه کن اینجا مثلا پول اگر وارد شده باشه اینجا یه مقدار سنگینی ازش اومده خارج شده پس این نکته ای که ما باید درکش کنیم اینه که پس اون ارزی دیجیتالی که نهنگ میارنش بالا و بولدش میکنن ترندش میکنن فقط تله قیمتی هستش که شما برید ازش بخرید و بعدها با ضرر ازش خارج بشین به جای بونک من بهتون گفتم که ارزی دیجیتال دیگه داخل بازار وجود دارن که میتونن مناسب سرمایه باشن میتونن جذاب برای سرمایه باشن ما ویدیوهایی که داخل چنل یوتیوب میذاری من همیشه میگم اگر از یه ارزی خوشمون بیاد بهشون ویدیو میذاریم و داخل ویدیو خیلی رک میگم اگر مثلا هولدرهاش حتی تعصبی هم باشن ولی با این حال میگم اگر وضعیتش نزولی باشه بهتون می میگم اعلام میکنم بونک هم یکی از اونها هستش پس رشد خودش رو تجربه کرده اون رشد پامپ انفجاری خودش رو تجربه کرده و نهایتا میتونه خودش رو حفظ کنه مثل پپه بین رنک 100 تا 150 این محدوده از داز رنکینگ بتونه جایگاه خودش رو حفظ کنه از داز قیمتی ممکنه که پایین ترها رو هم ما بیایم ببینیم از پپ یا هم یه تایم بلند مدتی رنج باشیم ببین قیمت مثلا به این شکل یه حالت رنجی داشته باشه نه به شما ضرر برسونه و بعد یه حرکتی رو از خودش نشون بده همه اینا ممکنه ولی باز هم اگر پامپی داشته باشه به سمت بالا ببین درصدی اگر نگاه کنیم نهایتا یه درصد شاید 100 درصدی 150 درصدی و انتظار اعداد ارقام عجیب ازش نباید باشیم چون که رشد خودش رو تجربه کرده ببین این ارزشش حال از این کف در نظر بگیریم 19000 درصد بچه 19000 درصد 20000 درصد عدد کمی نیستش یک رشد خیلی زیادی داشته و الان نیاز به تخلیه کردن استراحت خیلی طولانی هستش پس از ارزهای دیجیتال دیگه داخل بازار جا نمونید و اگر هم ارز دیجیتال بونک و خریداری کردید به تکنیکالش گوش بدید که الان میخوایم تکنیکالی با هم یه بررسی رو انجام بدیم ببین الان توی تایم فریم روزانه هستیم دیگه درسته ما یه سقف اینجا داریم یه سقف اینجا داریم یه سقف پایین تر داریم آیا کف ها هم به همین شکل هستن یه کف اینجا داریم یه کف بالاتر یه کف پایین تر و نمودارش داره این روند رو بهمون به نشون میده ببین قیمت نموداری داره نشون میده که بون خب سقفای پایین داره از خودش نشون میده و یه فشاری اینجا براش ایجاد شده که قیمت ما ببین به این شکل شده قیمت ما کنه که اینجوری جمع بشه جمع بشه جمع بشه و اینجا تصمیم نهایی رو ما بگیریم و نکته جالب تر این دوتا خط سبز رنگ رو که شما دارید مشاهده میکنید خواهم بگم که چقدر تعلق ما درست هستش از خیلی وقت پیش ما این دوتا خط رو گذاشتیم و گفتیم که بین این محدوده قرار هستش که ارزش بانک رنج کنه خب کسایی که شاید مثلا خوشبین هستن واسه اونا هم حرف و میخوام بهتون بگم که چیکار کنید اگر نمیخواین ازش فروشی انجام بدی، کاری که شما میتونید انجام بدید. این دوتا خطی که گذاشتم و میبینیم بارها بهش برخورد کرده یکیش اینجا یکیش اینجا یکیش اینجا از سخفی هم نگاه کنیم یه بار برخورد کرده شما اگر میخواین فروشنده باشید زیر این محدوده بفروشیدش و برید سراغ ارزی دیگه ببین عدد 4 ده اگر زیرش کندلی بسته شد شد مثلا 5 سریع بفروشید و ازش خارج بشید چون که قیمت ریزش میکنه تا کجا تا محدوده های پایین تر مثلا شاید 5.50 و این عدد ها رو هم بیاد ببینه پس اونایی که الان میخوام فروشی ازش انجام بدن محدوده منطقی و حالا برای اینکه خارج بشیم ازش این محدوده ای هستش که الان بهتون چند لحظه پیش گفتم پس بین این محدوده در کل ما باید منتظر رنج شدنش باشیم حرکتی که حالا بالا پایین داشته باشه بره سمت بالا دوباره بیاد به سمت پایین و این حرکت رو هی بیاد تکرار کنه من تمام نکات رو گفتم خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید لایک کردن ویدیو طبق معمول فراموش نشه نظرتون رو بنویسید حتما نظر شما مهم هستش کسی که نظر مثبت دارم باز بنویسن این زیر یا نظر منفی دارم بازم زیر ویدیو نظرشون رو حتما بنویسم و ببینیم نظرشونه که آیا خوشبین هست هستن و ارزشال بونک یا نه خیلی ممنون تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار همه دوستان از کانال فست تریدر